برخی کشورها معتقدن که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشه در واقع از جنگ جهانی سوم جلوگیری میشه و ایران باید این کارو بکنه. کشورهایی که حالا برای منافع خودشون حتی اینو میگن، یعنی عقل دارن، عقل تو سرشونه. حالا چرا ما این کارو نمیکنیم؟ ببینین آقای دکتر، من یواش یواش به این نتیجه رسیدم که ما سلاح هسته‌ای نداریم. اگه داشتیم حتما تست میکردیم که اون تاثیر بازدارندگیشو اونا بفهمن، پیامو بگیرن. خب نداریم. پس اگه که حالا برخی میگن پنهان میکنن، نمیدونم سلاح فلان داریم که چیکار میتونه بکنه، نه من هیچ کدوم اینا رو دیگه باور ندارم و فکر میکنم که سلاح هسته‌ای هم نداریم. حالا چه بسا رهبرمون باید یه فتوای دیگه بدن، من نمیدونم، امیدوارم که این کارو بکنن. رهبرمون گفتن استفادهش حرام است، هیچ موقع نگفتن که بازدارندگی برای بازدارندگی نباید داشته باشیم. من واقعا امیدوارم انشالله که به زودی از زبان رهبرمون بشنویم واقعا کجا هستیم. البته اینا سیاست های بزرگ نظام هستش که خب عامه مردم شاید بهتره ندونن، ولی این یه چیزی، یه موضوع حیاتیه، خیلی از ایرانی ها هستن که براشون مهمه و در واقع نباید درباره این چیزا یه مقداری میخوام بگم توش توش و پنهانکاری باشه و ما ندونیم که کجا ایستادیم. خب اگه با بمب اتم رو بزنن، ما چه مکانیزمی داریم که در واقع از خودمون دفاع کنیم؟ یعنی اون موقع که بمب اتم رو بزنن دیر شده، نباید چنین چیزی اتفاق بیفته. تو فقط موضوع سر این که 20 نفر 30000 نفر 30000 نفر 200000 نفر کشته بشن سر ضرب، موضوع اینه که اون منطقه اصلا دیگه قابل سکونت و استفاده نیست برای صدها سال. خب این یه واقعیته از نظر آلودگی زیست محیطی. خب بفرمایید آقای دکتر. البته خانم مهندس، خیلی ادعا میکنن که ایران بمب اتم داره، حتی خود غربی ها، یه سر غربی، احتمالش بعید نیست. چرا بعید باشه؟ حتی من شنیده بودم زمان فروپاشی شوروی یه سری بمب اتم از طرف اون زمان خریداری شده بود. شاید شما اون زمان تو ایران نبودین خانم زمانی، ولی یه موقعی بود تمام اجناس روسی به صورت خیلی مفت تو ایران دیده میشد، به خاطر اینکه کشور شوروی فروپاشی کرده بود و ماها بود این کارمندا حقوق نگرفته بودن و اینا شروع کرده بودن هر چی شما میخواستی. من یادمه یه سری هم بدم آقا هر چی از روسی میخواییم بگیم تا براتون بیاریم. بعید نیست تو اون بوهبوهه که هیچ کس نظارت نداشت و روسیه صدها سایت اتمی داشت و هیچ حساب کتابی نداشت، ده ها بمب اتمی از اونجا ناپدید بشه یا صدها کیلو قرانمی هم غنی شده. و میگم که هیچ بعید نیست که این اتفاق افتاده باشه و من شنیدم که زمان هاشمی رفسنجانی ایران یه تعدادی بمب اتم از قاچاقچیان خریده، از همون افراد، همون کارمنده که از گشنگی ماها حقوق نداشتن. بعید نیست بمب اتم بفروشن. چرا نفروشن؟ وقتی تو ده ماه حقوق نگرفتی، زن و بچت گشنن، هیچی نداری و هم احساس میکنی مملکتت داره میپاشه و کسی به کسی نیست و میفروشن. حتی سنگ شکنهای بیمارستانش ها ارده بودن و تو بازار ایران میفروشن. من یادم یکی از دوستانم به من میگفت که یه دستگاه سنگ شکنه روسی دارم، سنگ شکنه کلیه. بله. نمیخوای بخری؟ بزن خواهیم بکنم کجا بزن به چه در من نمیدونم بکنم آقای دکتر. خب با مزه گفتین. نه میگم که اون زمان یه جوی ایجاد شده که من مطمئنم شما هر چی میخواستین از روسیه اگه پول میدادین قابل تهیه بود. تو هیچکی به هیچکی نمون. خب قبول. یک سالی بود که هیچ کسی رو روسیه هیچ نظارتی نداشت. من حتی اون زمان شوروی بود و مردم هم همه گشنه، کارمنده همه گشنه، در به در هر کاری میخواستی میتونستی بکنی و احتمال داره تو زمینه اتفاقات افتاده. حالا آقای دکتر این هم که شما درست میگین، چرا ایران اینو اعلام نمیکنه؟ ما نمیخوایم که بمب اتم بخوریم و تا موقعی که اونو ندونیم. ما همین حالا که اینا خانم مهندس، ما همین حالا که میگیم 3.5% اون زمان در اول گفتیم که آقای خاتمی با بی شرفی اومدین کار کردین، کاری که اون زمان
گرد اصلا داستان گرد این داستان با چیز شروع شد، با خیانت حزب منافقین یا همین مجاهدین خلق، همین رجوی و عروس آریتیش که خانم ابریشمچی که شوهر بی غیرتش تقدیم آقای رجوی کرد و تو مراسم عروسش هم دست زد. من اصلا عجیب غریب، اینا اومدن اول گفتن که ایران داره اورانیوم غنی سازی میکنه، بعد خود خاتمی میگه آقا ما تا 3.5% هم رفتی و کم کم اتفاقاتی که ایران رسما گفته ما تا 65% داریم و دیگه بعد از 60 یعنی دیگه به حال داریم همه چی شده. اینکه ایران بیاد بگن ببین ما اون زمان که متوجه شدن ما 3.5% داریم چقدر ما رو محاصره کردن، اومدن تمام راه های ما را بستن از نظر اقتصادی، ما را زیر فشار قرار دادن، تحریم های عجیب و غریب از همه نظر رو ما اعمال کردن، ما که نباید بهانه دست اونو بدیم، منتها باید داشته باشیم و اگر شد و یه موقعی واقعا لزوم ارائه و رونمایی شدم خواهیم کرد که وقت ما میشیم دهمین کشوری که بمب اتم داره. و اینم بدون بگم بمب اتم ساختن چندان چیز پیچیده ای نیست، یعنی اگه اورانیوم غنی شده داشته باشی اهل فکر نکنه از حالا چیز خاصی، شما اورانیوم و پلوتونیوم هم میزنید کنار هم، پلوتونیوم به عنوان چاشنی عمل میکنه، پلوتونیوم بخوای عمل کنه میتونی با یه خرجای خیلی قوی اونو منفجر کنی، وقتی اون منفجر شد چاشنی پلوتونیوم منفجر شد خود اورانیوم منفجر کنه، یعنی چیز اونقدر پیچیده نیست. آقای دکتر حالا... من ازتون یه پرسش دارم، پرسش خیلی از بینندگانم حتما هست. خب اگر ما بمب اتم داریم چرا اینو اعلام نمی کنیم؟ مثلا اونا چی کار میخوان بکنن یا چی کار نکردن، چی کار نکردن که میتونستن بکنن؟ یعنی چه موضوعی هستش که اگر ما داریم اینو هنوز داریم پنهان میکنیم؟ مگر رهبرمون نگفتن یا هیچ غلطی نمیتونن بکنن؟ چرا باید پنهان کنیم اگه داریم؟ ببینید به خاطر یه جنگ تسلیحاتی راه میفته، مطمئن باشین فردارم به بهانه اینکه ایران بمب اتم داره سعودی هم میاد هزینه های میلیاردی میکنه، امارات هم میاد میکنه، کویت هم میاد میکنه و تو منطقه یه بل و شولی میشه. اونا اتفاقا بیشتر استفاده میکنن، اونا بلدن چجوری استفاده کنن غربی ها از این موضوع و بازم باز فشار میارن رو چین و رو کشورهای دیگه و ایران مجبور میکنن که به توافقات سختی تن در. و اینم بهنون بگم که از غربی ها نسبت به اتمی نشدن ایران خود روسیه بیش از همه پافشاری میکنن، چون ما با روسیه هم مرزیم، یعنی اونقدر که روسیه واقعا به صورت جدی نمیخواد ایران دقیقا اتمی بشه خود روسیه است. و شما قضایی ها رو فکر نکنی، اگر ایران آزمایش اتمی بکنه خیلی اتفاقات ناخوشایندی خواهد افتاد، منظورم ناخوشایند، حالا مردم ممکن حتی شادی کنن، برن تو خیابون شیرینی بدن، دست بزنن، هورا بکشن، ولی این یه بهانه میشه برای خیلی اتفاقات بعدی که حالا لزومی نداره. ما داشته باشیم میتونیم یه جورایی به اونا برسونیم که داریم نشونشون بدیم و از اون جنبه کار خودشه بکنه، از اون طرف هم ایجاد رقابت و اون مشکلات تحریمی و تحریک کردن همسایه‌مون رو نداشته باشیم.